سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم هفتم دکبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. حکم زندان سلمشاه برای قصد ترکاندن مرکز سودا در میکوب. بر اثر ترکش گاز در دهنه یک نفر هلاک و 9 کس دیگر مجروح شد. حکم دادگاه برآمد، چهارشنبه افرا از روسیه بیرون میکنند. رمشاد از پشت دادرش خیست و به زندان افتاد. هلاکت یک زن در مشا در زیر چرخ ماشین اوپل. همدیهش را کار زدن ساکن وعدت، دزدی پول و آیفون 11 و قلابی با مرسدس. ای کاش نان خوردن نمی داشتم و بچه هایم در بر می بودند. قصه زنی که بچهش را در روسیه کشتند. و اکنون تفصیلات خبرها. دادگاه حربی حوزه جنوبی روسیه جوان 22 ساله زاده تاجیکستان سلمشاه کاملوف را با جرم آمادگی به انجام حمله تروریستی در یک مرکز سودای شهر میکوب پایتخت جمهوری ادیگیه به 7 سال زندان محکوم کرد. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات دادگاه، سلمشاه کاملوف به قصد انجام عمل تروریستی غیر قانونی ساختن مواد ترکنده و نگهداری سلاح و مواد ترکنده گناهگار شناخته شد. 2 سال اول حکمش را او در زندان پوشیده و 5 سال دیگرش را در محبس نظامش سنگین باید ادا کند. دادگاه او را همچنین 150 هزار روبل یا حدود 2000 دلار جریمه بست. معین کرده شد که ماه فوریه سال 2021 سلمشاه کاملوف تصمیم گرفت که یکی از مرکزهای سودای میکوب را بهتر کند. کاملوف در اینترنت طرز ساختن مواد خودساخت ترکنده را آموخته، برای ساختن آن مواد و تجهیزات ضروری را به دست آورد و سپس مواد ترکنده خودساخت آماده کرد. او قبل از انجام حمله از جانب مقامات حفظ حقوق دستگیر کرده شد، گفته می شود در اطلاعیه دادگاه حربی. تفصیلات دیگر و همین طور نظر خود سلمشاه کاملوف و ادوکات و نزدیکان او به حکم صادر شده دسترس نیست. فیسبوک موی مرد ویدیو لحظه بازداشت و یک پاره بازپرسی سلمشاه کاملوف را که به ثبت صحنه سازی شده شبوه داشت نشر کرده بود. مقصد آمدن به میکوب، میپرسد در این نوار افسر فیسبوک از سلمشاه. هنجام حمله تروریستی در مرکز سودا، جواب میدهد او. با چه مقصد؟ میپرسد افسر فیسبوک. با مقصد گرفتن انتقام برادران، جواب میدهد کاملوف. برای کدام برادران؟ باز میپرسد افسر فیسبوک. از دولت اسلامی، جواب میدهد بازداشت شده. از نوار فیسبوک چنین برمیآید که این جوان تاجک گویا قصد ترکاندن مغازه مگنیت سیمین را در سر داشت. در سالهای آخر ده ها تن از مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی از جمله زادگان تاجیکستان در روسیه با اتهام دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی بازداشت و زندانی و چند نفرش حتی هنگام بازداشت از جانب کارمندان فیسبوک کشته شدند. نزدیکان برخی آنها و همچنین حامیان حقوق میگویند که مقامات امنیتی روسیه در بسیار موارد پای مهاجران بی حقوق را بی اساس با دلیل های بافته و ساخته با مقصد بالاتر نشان دادن نتیجه های به دست آورده خود در مبارزه با تروریسم به چنین پرونده ها می چسبانند. نام سلمشاه کاملوف فنوس تا اعلان حکمش برای خط فدرالی تروریست ها و اکستریمیست هایی که روسفینومانیتورینگ ترتیب داده است تحت رقم 5340 شامل کرده شد. در عموم برای خط سیاه روسیه نزدیک 12000 نفر از جمله دست کم 520 داده تاجیکستان شامل کرده شدند. صبح بر وقت هفتم دکبر بر اثر ترکش گاز و سوختار در مرکز سودای اندنیم در ناحیه دهنه ولایت سرخندریا در جنوب ازبکستان یک نفر به هلاکت رسیده، 9 تن دیگر با جراحات های گوناگون به بیمارستان انتقال دادند. دهنه در مسافه همگی 30 کیلومتر از گذرگاه پختاوباد در مرز ازبکستان با تاجیکستان جایگیر شده، از اینجا تا شهر ترسانزاده همگی 50 کیلومتر راه است. خدمات مطبوعات وزارت ولایت‌های فوق‌العاده ازبکستان در تلگرام کانالش خبر داد که صبح بر وقت 7 دکبر ساعت 3:57 دقیقه در مرکز سودای اندنیم در حدود ناحیه دینف ترکش گاز به عمل آمد. در نتیجه ترکش یک قسم بنای فروشگاه خراب شده سوختار به عمل آمد که برای فرو نشاندنش تقریبا نیم ساعت صرف شده است. امچیز گفت 9 نفری که در لحظه ترکش و سوختار
در داخل بنا بودند، با جراحات‌های گوناگون به بیمارستان انتقال داده شدند و بعد فرو نشاندن سوختار هنگام گذراندن عملیات جستجویی و نجادهی، از زیر بنای مرکز سردای اندینیم جسد یک نفر علو شده را پیدا کردند. سبب ترکش در این فروشگاه هنوز معاین کرده نشده است. تحقیق حادثه را شروع کردند. امچیز گفت برای تحقیق حادثه یک کمیسیه حکومتی تحت رهبری معاون اول سروزیر ازبکستان اوچلبوی رحمتوف به دینف اومد است. دادگاه نویره استانک نوی شهر مسکو روز 6 دکابر حکم مجبورن از روسیه بیرون کردن رزمنده معروف MMA از ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان چهارشنبه افرا برآورد. دادگاه ورزشگر زاده بدخشان را بر اساس قسم 3 ماده 18 کودکس حقوق ویرانکنی معمولی روسیه در ویران کردن قایده های بود و باش در روسیه گناهگار شناخت و 5000 روبل جریمه هم بست. با قرار دادگاه چهارشنبه افرا باید مقامات حفظ حقوق تا مرز روسیه برده مجبورن از قلمرو این کشور بیرون کنند. تا زمان اجرای این حکم، یعنی تا بیرون کردنش از روسیه، چهارشنبه افرا در بازداشتگاه مهاجران رو به اخراج نگاه خواهند داشت. در ثبت ویدیویی از دادگاه استانکینو دیده می شود که چهارشنبه اف حکم از روسیه بیرون کردنش را با سر بلند قبول کرد و به قول معروف حتی میجه هم خم نخورد. یادآور می شویم چهارشنبه اف هفته گذشته در شهر مسکو برای بدون حجت رانندگی و سوخته و با صورت بلند راندن ماشین در شهر مسکو دستگیر شده است. خدمات مطبوعات گبدده مسکو روز 3 دکابر خبر داد که ورزشگر 26 ساله زاده تاجیکستان هنگام حرکت در نقب لیفورتو و قایده های حرکت در را دغلانه ویران کرده و بالای این لحظه ها را ثبت و در شبکه های اجتماعی نشر کرده است. بنابرای اطلاع رسمی ماشین چهارشنبه را در توقفگاه جریمه‌ای محکم کرده، خودش را برای نداشتن سوغورته اساگه و بدون حجت رانندگی راندن ماشین به جوابگری ماموری کشاندند. او به کارمندان پلیس حجت رانندگی از تاجیکستان گرفتهش را نشان داده است، ولی در گبدده گفتند که حجت رانندگی تاجیکستان در روسیه قرب قانونی ندارد و چهارشنبه باید حجت رانندگی روسیه می داشت. چهارشنبه در ساحه ورزش MMA با نام اورج معروف است، ولی مخلصانش او را گرگ پامیر لقب دادند. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. دادگاه عالی تاجیکستان روز 1 دکابر نابالغ رمشاد شریفزاده را در آدمکشی و اوباشی گناهگار شناخته با 12 سال زندان محکوم کرد. این ساکن نورس دوشنبه حکم خود را باید در کلون تربیوی نظامش عمومی ادا کند. مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان در شرح این پرونده گفت شریفزاده رمشاد شریف ماه اپریل در یک مناقشه گروهی نورسان در کوچه عینی پایتخت از پشت دادرش خسته یک نابالغ دیگر را با یک ضربه کارت کشته است. بنابر فرضیه تفتیشات و دادگاه نابالغ شریفزاده 20 اپریل سال 2021 تخمینه ساعت 18:30 دقیقه از همسنفش نابالغ اکبرجان خول محمد فهمیده است که ساکنان کوچه عینی برادر او نابالغ پیروف را مورد لاتکوب قرار دادند. پس از این نابالغ شریفزاده به سمت کوچه عینی رسپار شده در آنجا میبیند که در نزد نقطه فروش سوزشواری که جای جمعیتی میباشد نابالغان کمالوف، پیروف، محمدیف، میرزایف، نورماتوف ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران نموده جنجال لفظی نمودند. در این وقت کمالوف یک مرتبه با دست راستش در روی نابالغ محمدیف ضربه زده، با همین نابالغ شریفزاده نورماتوف و نابالغ اکبرجان نورمحمد این حالت را دیده همدیگر را مورد لاتکوب قرار دادند. سپس نابالغ شریفزاده از روی احتیاط اوباشی با مقصد از حیات محروم ساختن میرزایف با کرد با خود داشتهش یک مرتبه به موضع قفس سینه نامبرده از طرف چپ زده است که او هنگام به بیمارخانه بردن وفات نموده است. گفته می شود در اطلاعیه مرکز مطبوعات دادستانی کل. ساله از سازمان خیریه پیشرفت که با اقدام های خیر خود و هنگام ارائه کمک های خیریه همیشه پنهان کردن سیمای خودش نام برآورده است، این بار با خود یک گاو و گوساله‌اش را گرفته به ایسو رفت.
و در یک اویله از دهه نوجه بولوی کوفت زن که پیش اونها برآمد نقل کرد که 32 سال باز در بیمارستان کلخوز مسکو کار کرده است. او گفت یک فرزندش از سال 2007 به روسیه رفت و بیدرک شد. پسر دیگرش که پهلوان بود در مسابقه های نوروزی گوشتی می گرفت و از بیماری مرموز ترک این دنیا کرد. پسر سیومش در روسیه رفت و آنجا زن گرفت و ماند. پسر چهارم این خانواده هم به روسیه رفت و بعد از آب های زیاد آنجا نو روح زندگیش رو یافته بود که نیز به طور اسرارآمیز کشته شد. اول خبر آمد که پسر در زمستان در پا با کفش سبک میگردد. 16 دکامبر بود که بار آخر زنگ زد و گفت که کارهایم درست شد و میروم و 60 سالگیت رو با تندنت جشن میگیریم در تاجیکستان و اینجا پیش خودم میارمد. میگفت 15-16 سر چوروا دارد و چوروادوری میکند. در نوسیبیرسک بود یا سوردلوفسک من نمیدونم، ولی این زنگ آخری نشد. بچه هم رو کشتند، مردش رو در او پرتفتند. نقل کرد این زن به ساله. زن همچنین قصه کرد که هم خودش و هم شوهرش یک عمر در مقامات ملیسه کار کرده است. از غم و درد فرزندان بیمار شدند و یک پای شوهرش رو به علت بیماری قند حتی بریدند. ساله بدون اون که هدف اومدنش رو آشکار کند از اون زن خواست تا گاو و گوساله اونها رو یگان ساعت در حوالیش ببندد. زن قبول کرد. سالی رفت و بعد چنده با یک عربه مایوبی برگشت و دوباره در اون زن رو گفت. وقتی زن پیش اونها برآمد، سالی این دفعه آشکار کرد که این عربه مایوبی رو برای شفرش آوردند. زن اشک در چشم برایش تشکر گفت، ولی انوز ایسار سپاس خود رو به آخر نرسانده بود که سالی لفافه رو به دستش داد. این هم از آن شماست. زن داخل لفافه رو کشد و دید و با اصرار برگرداندنی شد که آخر شما علکه برای ما یاردم کردید. همان بس و زیادتی بود، ولی سالی به زن گفت که اون گاو و گوساله هم که در حولیتون بستید اون هم از آن شماست. زن دیگر نمی دانست که برای اصرار سپاس سخن پیدا کند. او از سالی می پرسد که کیستو از کجاست؟ من می خواهم با تو رفت و آمد کنم. می گوید زن، من هم یک فرزند شما، نامم ساله. جواب میدید جوانه که با این یک بسته بزرگ یاری های خیریه در خانه ساکنان دیهه نوجی را گفت. ویدیو بولازه تموم میشود که شفر این زن را روی عروبچه مایوبی میشنونند و زن او را روی حولی خونهشون میگرداند. موی سفید به ساله و امروحانش برای این کار خیری که کردند دو داد. زن هم خیلی آنها را صدقه و بنده شد، ولی گفت من هیچگو از نادوری شکایت نداشتم، فقط می گفتم بگذار نونی خوردنی نداشته باشم، ای کاش که فرزندانم در برم باشند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه های نوخوش روز. روز 5 دکامبر تخمینا ساعت 11:30 در کنار شهر وحدت یک جوان 20 ساله با پایهای یک عمدیه امسالش 4-5 ضربه کرد زده است. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر وحدت با عریضه مرد 30 ساله ساکن شهر وحدت مراجعه نمود است که 5 دکامبر سال 2021 تخمینا ساعت 11:30 در نزد ایستگاه دهه‌شان جوان 20 ساله امدیهش برادرش جوان 20 ساله را با کرد 4-5 مرتبه به قسمت بالای پایهایش زده از جای حادثه غیب زده است. در نتیجه جبر دیده جراحات جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. در این سمت تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه سینا با عریضه جوان 19 ساله ساکن پایتخت مراجعه نمود است که شب 5 به 6 دکامبر سال 2021 تقریبا ساعت 20:00 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه اجارویش واقع در شهر دوشنبه در آمده، از آنجا یک عدد تلفن موبایلی تمغه آیفون 11 و 15,000 سومونی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 25,000 سومونی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چهاربینی های اپراتیوی جستجوی از جانب کارمندان میلیسیا جوار 18 ساله ساکن شهر ایسور و نابالغ 17 ساله ساکن پایتخت همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. اوید به حالت مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه سینو با عریضه مرد 40 ساله ساکن پایتخت مراجعه نمود است که 27 اکتبر سال 2021 مرد 42 ساله ساکن شهر دوشنبه با روی فریب و باوریش در آمده افتماشین تمغه مرسدس بنز رو که به شخص دیگر تعلق داشته است و در حولی او می استوده است
با مبلغ 47500 سومانی فروخته مبلغش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شام 5 دکامبر تخمین ساعت 17:30 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل استرا عمروف بیروز اشوروویچ سال تولدش 1990 ساکن نویه مهشاه هنگام حرکت در روی ماشینگرد بوستان کمسمال به خطری حرکت راه را تامین کرده نتوانسته پیادگر باقی و عزتمو حسنوا سال تولدش 1972 ساکن نویه مهشاه را پخش نموده است. در نتیجه پیادگر باقی و جراحات وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. تحقیق این حادثه ادامه دارد. یک روز قبل وزارت کارهای داخله درباره هلاکت دو پیادگر دیگر در جنوب کشور خبر داده بود. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه ها راههای خطرناک به شمار می روند. در عموم هر سال بر اثر صدمه ها در راههای جمهوری 100 نفر هلاک یا مجروح می شوند. در سال 2020 بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان 375 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 نفر معیوب شدند. بنا به آخرین آمار رسمی در 9 ماه اول سال 2021 در 787 صدمه در راههای تاجیکستان 290 نفر هلاک و 869 نفر مجروح شدند. هفته گذشته درباره هلاکت 4 طفل خردسال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان گزارش شده بود. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نموید. www.bomdad.com خوش باشید.